با این طرحی که سازمان خصوصی داده هم مشکلات مالی برطرف میشه و هم جایگاهی که لازم این باشگاه پرسپولیس که شایستش از در آسیا برسه و این مهم میسر نیست مگر با همدلی و تفاهم همه با هم، یعنی اینجا یک خانواده است، چه بازیکن چه تدارکات، چه این بزرگان و مجموعه عظیم پیش اسفتان پرسپولیس که تک تک اینها میتونن خط مشی ورزش یک کشوری رو مشخص کنن بهتر وقتی همه با هم بتونیم دست به دست هم بدیم، مشکلات پرسپولیس یقینا مرتفع میشه و روزهای طلایی رو خواهیم داشت. قوانین در کشور ما درست اجرا نشه و مخصوصا قانون کپی‌رایت که مهمترین قانون در شکل ساختار خصوصی سازی هستش انجام نشه، عملی نیستش. چی نصیب باشگاه پرسپولیس میشه وقتی که یه مقدار سهم محدودی رو به باشگاه پرسپولیس خواهند داد؟ تصمیم گیری ها باز با کسانی هستش، با اون ارگانیزیشن یا با اون شخصیت حقوقی هستش که تعدادشون سهامشون بیش از 51% هستش و اونا هستن که تصمیم میگیرن. اگه قرار خصوصی سازی بشه، اگه قراری که نظم و نسقی بگیره، خب باشگاه رو میان به یه تشکیلاتی واگذار بکنن، مثل اینکه الان باشگاه سپاهان به هر حال مال صنایع فولاد تاسیس فدرال زندگی خودشو میکنه، زباهن داره کار خودشو میکنه و هیچ مشکلی ندارن. چرا ما باید این دوتا باشگاهی که ستونهای فوتبال این مملکت هستن همیشه با اشکال و با مشکل در میون باشن؟ طرفداران و هواداران باشگاه پرسپولیس کسانی هستن که با دل و جونشون انقدر نجیبن، همه چیزشون رو فدا میکنن، ولی چی نصیبشون خواهد شد؟ من امیدوار هستم که به هر حال کسانی که برنامه ریزی میکنن برنامه ریزی کردن برنامه ریزی درستی باشه. باشگاهی که بیش از 30 میلیون 40 میلیون هوادار داره، 8ش گیر و 9ش. اصلا این یه مقوله ایه که من اگر چشم ببندم روش، اصلا همه شما این رو به عنوان یک امر و گزاره بدیهی میگید که آقا چه معنی داره باشگاهی که تضمین تقاضا داره؟ یعنی اگر بازی دهی 40ش رو شبکه 4 پخش کنه، همه اونجا میخکوب میشن که نگاه میکنن و اونجا زیرنویس داره و قبلش آگهی داره، بعدش آگهی داره و غیره، و هنوز نتونسته این باشگاه به یک کف درآمدزایی تو این حوزه برسه، به کف درآمدزایی که حقشه نه حمایت. اصلا حمایت بی‌معنیه در مورد باشگاهی که تضمین تقاضا داره و هوادار چند ده میلیونی داره. همین نکته اینه که این معادله رو کی باید حل کنه؟ مال امروز و دیروز هم نیست دیگه. این معادله کی باید حل بشه که این دوتا به هم برسن؟ یه بار کامل شفاف به مردم گفته بشه تا الان چجوری مدیریت شده، بدون رو درواسی. چجوری میشه یه مدیر عامل میاد با یه اسپانسری قرارداد میبنده با کارگزاری، بعد مدیر عامل که داره میره کارگزار میاد شکایت میکنه از باشگاه، میشه یه پرونده حقوقی، بعد مدیر عامل بعدی که میاد از اون کارگزار قبلی میگه این خیلی بد بود، فلان بود، این حرفا، با یه کارگزار جدید خودش میره قرارداد میبنده با یه ترتیباتی و یه شروطی، دوباره این سیکل کاملا مثل اون کسی که پوست موز رو میبینه میگه دوباره باید زمین بخورم، هی ادامه داره. اصلا یعنی چی؟ من تو کدوم شرکت بنگاه اقتصادی چنین اتفاقی وجود داره که یه سیکل شکایت و یه سیکل قراردادی دائما تکرار میشه و دائما باشگاه متضرر میشه؟ یه راه هم بیشتر نداره. اون راه اینه که شما اول از همه باید این شفافیت و این انضباط مالی رو تو باشگاه حاکم کنی و بعدش برسید به این که این مدیریت و مالکیت به تدریج کاهش پیدا بکنه تا دولت بیاد زیر 50% و کاهش پیدا بکنه به این تحت. تمام وقتم و انرژیم رو با مجموعه دو تا باشگاه و وزارت ورزش و وزارت اقتصاد و بورس و فرابورس به این موضوع تخصیص دادیم که این اتفاق رو قبل از عید به سرانجام برسونیم. اون چیزی که همه جا رو خاموش میکنن، تلویزیون رو روشن میکنن، بازی استقلال پرسپولیس، بازی که این دوتا باشگاه دارن. این دوتا باشگاه هم آورده مالیش برای سازمان صدا و سیما صدها برابر بازی مشابه لیگه، بازی مشابه لیگه توی در واقع تیم‌های دیگه. همین نسبت باید تو درآمدزایی هم توی درآمد باشگاه‌ها بیاد. این مطالبه رو کی میتونه انجام بده؟ باشگاه که صد بار گفتن و غیره.
این مطالبه رو کسی میتونه انجام بده که از این به بعد میشه سهامدار جزء و میشه این کسی که توی کازرون و توی علی‌آباد و توی بوشهر و تو هر جای دیگه اون میشه صاحب این موضوع که دیگه امکان نداره از این حقش بگذره. یعنی این 10%، این جمله رو من تکرار کردم، آتیش زدن این کشتی‌های پشت سره که اصلا این دیگه یه راه بی بازگشت، یه راه بی بازگشت. بعدش حتما باید کپی رایت بیاد. یعنی اساسا مثل یه سنگی میمونه. آقای کلانی میگن که آقا شما تا این قانون رو نداشته باشید نمیشه. سنگ رو باید اهرم کرد. وقتی میرید میبینید که این سنگ رو نمیتونید جابجا کنید، عرضه قربان زاده که به این نمیرسه، که عرضه کی میرسه؟ عرضه کسی که بتونه اینو جوری اهرم کنه که با اهرم شدنش یک بهمنی بیاد آوار بشه که دیگه اساسا هیچ مسئولی یارای مقاومت با این مطالبه رو نداشته باشه. این اتفاق 15 اسفند به لطف خدا 3 شعبان مصادف با میلاد امام حسین علیه السلام یا میفته یا من دیگه رئیس سازمان خودسازی نیستم. به هیچ جای عالم بر نمیخوره من نباشم ها، ولی قطعا این اتفاق رو من به آقای دکتر خاندوزی عرض کردم، به آقای دکتر سجادی عرض کردم. یه عده‌ای گفتن تحت هیچ شرایطی ما اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته، و منم گفتم تحت هر شرایطی که شما محاسبه کنید این اتفاق رو من حتما پیگیری میکنم. آخرالامرم اینه که میگم من عرضه نداشتم. مردم عزیز، باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، این همه جلسه گذاشتیم، 15 اسفندم شد، این اتفاق نیفتاد، دیگه من تو سازمان خودسازی هم نخواهم رفت. همین 15 اسفند، یا این اتفاق میفته یا حداقل من میرم خونم میشینم همون کاری که از قبل داشتم و ادامه میدم. یک بار توی این مملکت باید یک اتفاقی که همه میگن کار درستیه، پشت تریبونا میگن کار درستیه، همه میگن یک ساعت فقط آقای رئیس جمهور برای این موضوع وقت گذاشته، یک ساعت، 3 من، آقای خاندوزی، آقای رئیسی نشستیم پرزنت کردیم که آقا این به نفع باشگاه است، این اتفاق، ایشون هم شخصا گفته محکم برید. دیگه معنی نداره که یک کارشناسی، باز نمی‌کنم که چه اتفاقاتی افتاده توی این مدت، سنگ‌اندازی انجام بده که اون سنگ‌اندازی برسونه موضوع رو به اونور سال، و اونور سال یعنی 24 سال بعد. این 15 اسفند 10% ارزش دو شرکت و دو باشگاه به مردم، صرف نظر از اینکه کی هواداره، کی بازیکنه، کی دستن در کاره واگذار میشه، و این 10% که معادل 50% سرمایه ثبتی دو باشگاه هست، مدلش رو طوری انتخاب کردیم که پول تو باشگاه بمونه، یک ریال نره تو خزانه دولت. افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم، موضوع ماده 160 قانون تجارت، از یه امکانی استفاده شده که هم مردم هوادار سهامدار تطبیق پیدا کنن، هم پول توی باشگاه بماند، و هم آغاز این مسیر واگذاری. من اساسا از کلمه خصوصی سازی استفاده نکردم چون اصلا قبول ندارم به این شکل. من رئیس سازمان خصوصی سازی نباید باشم. همه دنیا asset management organization دارن، سازمان مدیریت دارایی دولت. هدفشون هم این نیست که بگن ما اینو واگذار کردیم پس خوب شد. از کجا معلوم خوب میشه؟ میدی به یکی بدتر میشه. هدف بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولته. تو این دوتا باشگاه هدف بهبود کیفیت مدیریت حرفه‌ای این دوتا باشگاهست. پیشنهاد ما فعلا این 10% رو که این ور سال انشاءالله به لطف خدا و همکاری همه مجموعه های دستن در کار محقق میشه، نماد بسته میشه استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرابورس، میره اداره ثبت شرکت ها و کار ثبت انجام میشه. اونور سال 15 فروردین تا 30 فروردین نماد دو باشگاه باز میشه، این امکان خرید و فروش فراهم میشه. قاعدتا سهام پرسپولیس و استقلال سهامی نیست که مردم مثل فولاد و مس فرداش بخوان بفروشن یه سودی کسب کنن. قاعدتا صف فروشی ایجاد نخواهد شد یا خیلی اندک، ولی صف خریدی ایجاد خواهد شد. به تدریج این قیمت افزایش پیدا میکنه و دولت اونجا باید مجدداً سهام خردش رو عرضه کنه برای اینکه هم قیمت رو تعدیل کنه، هم به تدریج مالکیتش رو از 50% بیاره زیر، از 100% بیاره زیر 50%، و این اتفاق بیفته که دولت
هم مالکیتش کاسته بشه و هم عملا دیگه کنترل یکی از اینها رو نداره و به تدریج این حکمرانی شایسته هم اتفاق بیفته. یک، شفافیت. دو، انضباط مالی. سه، مشارکت مردم در مالکیت. و چهار، کاهش سهم دولت به نفع مدیریت حرفه‌ای. و پنج، اصول حاکمیت شرکت، که اینو با آقای آجرلو عرض کردم، با آقای درویش هم عرض میکنم که این تو بمیری از اون تو بمیری ها دیگه نیست، چون از این به بعد هر قراردادی رو باید مردم مطلع بشند و معلوم باشه که شرکت تو این حوزه داره چی کار میکنه. دیگه این بندهای حسابرسی مال 30 سال پیش، 10 سال پیش، 2 سال پیش دیگه معنا نداره. اینجاست که دیگه پرسپولیس به اون جایگاه واقعی خودش انشالله خواهد رسید.